تو و امثال تو را مقطوع میکردن. صدا تو تصویر مرا به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. درود همراهان برنامه زاگرس و شبکه پارس. امروز جمعه 31 فروردین ماه، نیمروزی از 3-4 انفجار در اصفهان گذشته و در برنامه‌ای که ویژه در مورد همین بحث داریم با شما، دو مهمان عزیز با ماست: فریبرز کرمی زند و شهرام سبزواری، دو کارشناس نظامی و امنیتی که ابعاد آنچه که در اصفهان و همینطور در منطقه گذشته با هر دو گرامی به بحث میگذاریم. خوش آمدید. درود به شما حامد عزیز، درود به فریبرز. خیلی خوشحالم که باز دوباره کنار هم هستیم و میخواییم راجع به مسئله صحبت بکنیم و درود به همیهنان گرامیمون. عصر جمعه شون بخیر، تا ببینیم به کجا برسیم. جناب کرمی زند، خوش آمدید. قربان. درود به شما جناب محمدی، درود به جناب سبزواری و هموطنان عزیزمون در هر جای این کره خاکی که هستن. سپاسگزارم از دعوت شما. حدود 50 دقیقه فرصت داریم. محور بحث رو میذاریم روی پرسش هایی که غالبا مردم دارن و همینطور دیدگاه های خود شما. در اصفهان 3-4 انفجار داشتیم اطراف پایگاه هوایی نیروهوایی و همینجور در تبریز پدافند فعال شده بود. در منطقه هم اسرائیل دست کم به 2 مکان در سوریه و عراق حمله کرده، حملاتی که هنوز مشخص نیست F-35 ها پشت اون بودن. اما آنچه که جمهوری اسلامی خیلی اصرار داره روش بگوید که ریز پرنده هایی بودن که خسارت آنچنانی نداشتن. جناب کرمی زند، در توییت های شما دیدم که دست کم از هفته گذشته اون چیزی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل میگذره به نوعی یک نبرد محدود کنترل شده، حتی از عبارت عملیات نمایشی هم استفاده کردید. دیدگاه شما راجع به کلیات قضایا چطوره؟ عرض کنم خدمت شما، به نظر من یک جنگ تمام عیار روی نمیده. یعنی جنگ تمام عیار از به عنوان یک جنگ کلاسیک، یک جنگی که ما حتی نمونه اون رو مثلا در 8 سال جنگ با عراق دیدیم، یا جنگ هایی که الان در منطقه وجود داره مثل جنگ اوکراین با روسیه، حالا از بعد جغرافیایی بگذاریم، یعنی از اینکه هم مرز نیستن، منظور یک جنگ تمام عیاره که دو طرف به قصد نابودی همدیگه وارد کارزار بشن. دست کم اراده از هر دو سمت برای نابودی مطلق یکدیگه دیده نمیشه. من دیدگاهم اینه که جنگ تمام عیار روی نخواهد داد. این مواردی هم که ما داریم میبینیم، خب اسرائیل از سالهای قبل هم به داخل خاک جمهوری اسلامی حمله کرده بود، حتی حملات شدیدتر از حمله‌ای که دیشب روی داد. برای نمونه حمله به تأسیسات پارچین در شرق تهران خیلی بسیار بیشتر از حمله‌ای که دیشب به پایگاه 8 شکاری در اصفهان شد خسارت زد. ولی خب الان چون بحث خبری داغ روی این موضوع، یک مقدار بعد خبریش بیشتره، عملا اتفاق خاصی روی نداده نسبت به گذشته. جمهوری اسلامی هم خب 45 سال از روز اولی که اصلا روی کار اومد با شعار نابودی اسرائیل اومد، مجبوره دیگه تا این 45 سال هم بازم یه مقداری میشه گفت صبر کرده، یک سری کارها رو انجام نداده، ولی مجبوره یک سری کارهای رو به صورت کنترل شده انجام بده که دست کم در بین طرفداران خودش، کسایی که به ایدئولوژیش باور دارن، نشون بده که من یه قدم جلوترم رفتم به قصد نابودی اسرائیل. ولی من فکر نمی کنم که یک کارزار گسترده‌ای بخواد شکل بگیره به اسم یک جنگ تمام عیار و کلاسیک. یعنی این دیدگاه رو که مطرح میشه جمهوری اسلامی برای مصرف داخلیش دست به عملیات علیه اسرائیل زده، تایید میکنید؟ 100%. بدون شک. این حمله محدودی هم که داشت جمهوری اسلامی، حالا با اون افتضاحی که بالا آورد، باز هم به خاطر فشارهایی بود که از داخل بهش وارد شد. یعنی اگه فشار افکار عمومی نبود، حالا چه کسایی که طرفدار خودش بودن و چه کسایی که به عنوان برانداز جمهوری اسلامی در طیف مقابلش بودن و داشتن اون رو تمسخر میکردن، اگر این فشارا نبود، جمهوری اسلامی این کار رو هم انجام نمیداد. برای درک این که یک حمله نظامی یا یک عملیات اصل اولیش غافلگیری است هیچ تردیدی نیست. یعنی نیاز به دانش ویژه نظامی هم نیست. جمهوری اسلامی اصل غافلگیری رو، چیزی رو که میبایست رعایت میکرد، طوری انجامش نداد که تبدیل به یک
کمدی شده بود فریبرز، در ساعتی که موشک ها رو لانچ کرده بودن حتی کانال های تلگرامی باشگاه استقلال و پرسپولیس هم داشتن خبر میدادن که یک ساعت دورایم، دو ساعت دورایم و چهار پنج ساعت. آقای سعید، صحبت های شما ببخشید، من در تایید صحبت های شما، پهپاد های انتحاری که جمهوری اسلامی پرتاب کرد یا شلیک کرد معمولا از روی لانچر های متحرک پرتاب میشن. این لانچر ها رو شما اصلا میتونید ببرید لب مرز خارج از منطقه مسکونی که اصلا دیده نشن، حداقل دست کم بخواید یک اختفای رو رعایت کنید. ولی عمدن جمهوری اسلامی آور این پهپادها رو از روی شهرها پرتاب کرد، شلیک کرد که با اون صدای قارقار کنی که داشتن کل شهر خبردار بشن، ویدیوهاش بیرون بیاد، بله ما داریم میریم، داریم میزنیم، در صورتی که میتونست از اول از موشک‌های بالستیکش استفاده کنه بی سر و صدا تر، بعد بره سراغ موشک‌های دیگه، بعد بره سراغ پهپاد، ولی اول از پهپاد استفاده کرد که این سر و صدایی که دارن، این بعد خبری که ایجاد میکنن، یک هیجانی به ماجرا بدن که بگن بله ما داریم به اسرائیل حمله میکنیم و بسیجی‌ها و اراضیش و مزدورها خوشحال بشن. جناب سبزواری، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی دست کم علی ظاهر به عملیات هفته پیشش که بیش از 300-350 موشک و پهپاد به سمت اسرائیل پرتاب کرد راضی است. فرماندهان اظهار رضایت میکنن، طرفداران نظام خوشحالن. از ضربه‌ای هم که امروز خود به نظر خیلی راضیان، میگن اسرائیل آنجوری که باید قابلیت‌های خودش حالا نشان نداده یا نتونسته نشان بده. این رضایت خاطر جمهوری اسلامی از هر دو عملیات چطور برداشت میکنید؟ ببین همونجور که فریبرز عزیز گفت، فریبرز گرامی گفتن، جمهوری اسلامی میتونست از خیلی چیزا استفاده کنه که مثلا نمایشی نباشه. تو همون ردیف پهپادا اگه بخوایم در نظر بگیریم، میتونست از پهپاد آرش استفاده کنه که موتور جت روشه، بی صداتر، سرعت بیشتری داره و خاطر اینکه به هدف برسه بردش تا اسرائیل میرسید و اینکه نمایش داده نمیشد و تمام نقاط کشور رو درگیرش نمیکردن، میتونستن از همون استانهای غربی کشور به سمت اسرائیل شلیک کنه. اینجا نشون میده که سیرک شلیک پهپاد برای اون خوابوندن فشار افکار عمومی، چه اپوزیسیون چه داخلی، براشون کافی بوده. الان مثل کسی میمونن که مثلا رفته توی دعوایی، یکی زده تو گوش یه نفر، راضی اون نفر یکی بزنه ولی زیاد محکم نزنه، با همین قضیه قالو تموم کنم بره. حالا این اتفاقی که افتاده، اسرائیل هم اومده یه تقابل به مثلی کرده، تقریبا میشه گفت سیستم پدافندی رو به چالش کشیده و خسارتی وارد نشده، اومده رفته با F-35 به اضافه این که با موشک هوا به زمین شلیک کرده 150 کیلومتری، اصلا وارد حریم هوایی جمهوری اسلامی نشده یا ایران نشده، شلیک شهرهای دور انجام داده، بعد درونای فریبش هم همراه این موشک ها فرستاده که میبینید تو پای 23 شلیک میکنن، رینگ پدافندی کاملا تو جمینگ این درونا، درونای جمینگ دیگه، جنگ الکترونیک، اون پوشش لازم ایجاد کردن و اون موشک رفته خورده به مناطقی که هیچ ضرری حتی برای پایگاه هشتم شکاری هم نداشت. فقط میشه گفت اهمیتش از اینه که تونسته تمامی رینگای پدافندی رو دور بزنه و به خاک اصفهان برسه و برخورد بکنه و منفجر بشه. چرا ناراضی باشه؟ هر دو طرف الان به مقصودشون رسیدن، هم جمهوری اسلامی به مقصودش رسیده، هم اسرائیل به مقصودش رسیده. چجوری رسیدن؟ اینا افکار عمومی رو یه ذره با اون افتضایی که به بار آوردن خوابوندن، از اون ورم اسرائیل همه دنیا که داشتن بهش فشار می آوردن جنگ رو تموم کن، نمیدونم الان وقتشه که دیگه دست بکشی یا فلان کنی، بالاخره دنیا رو دوباره همپای خودشو کرده و دوستی بی سابقه ای که اصلا تالا سابقه نداشته با کشورهای عربی براش رقم خورده. این هدیه ای که جمهوری اسلامی بهش داده، چرا ناراضی باشی؟ در واقع هم معتقدی که جمهوری اسلامی از این قضیه راضیه، هم اسرائیل الان بعد توی این مقطع بله. اگه حالا اتفاق دیگه بیفته باید دید چه اتفاقی پیش رو خواهد داشت. و پیشبینی شما با توجه به اوضاع مملکت چطوره؟ فکر میکنید که اسرائیل یا جمهوری اسلامی دست به اقدام دیگری بزنه؟ این سوالو چرا مطرح میکنم؟ بعضی از رسانه های اسرائیلی یا دست کم بعضی از کارشناسا ادعا کرده بودن که این احتمالاً مرحله اوله،
بعضی دیگر گفته بودن نه، حمله به همینجا محدود میشه و میخواد سرگرم رقبه بشه ارتش اسرائیل. پیشبینی شما چیه؟ من فکر میکنم اسرائیل هم دلش میخواسته یه ببینید، وقتی که شما میای خودت یه دونه دیوار غیر قابل نفوذ میسازی به هر عنوانی، حالا یه کلاهک، دو کلاهک، سه کلاهک موشک ازش عبور بکنه و به خاکت بخوره، اون موقع وقتی باید یه تصویر دیگه از خودت نشون بدی. و اسرائیل هم الان دنبال اون بود که اون بخشی از سیستم که میگن باید جواب بدی، باید پاسخ بدی رو خوابونده. همونجور که فریبرز گفت، اتفاقا من باش بسیار هم عقیدم تو این قضیه، یک حمله کنترل شده از پیش تعیین شده، حتی میتونم بگم از پشت پرده با هم دیگه مراوده داشتن و میگفتن کجا رو بزن، نقطه رو نشون دادن که اینا برن اون نقاط رو بزنن تا بتونن اون بهره خبری رو ازش ببرن. مثل بعضی از این کارشناسا نشینیم فضایی بگیم که مثلا سوخ و 24 ها تو اصفهان نگهداری میشن یا فلانجا نگهداری میشن، اینا بازی های فضایی. جناب کرمی زند، جمهوری اسلامی دست کم در 40 سال گذشته تبلیغات گسترده‌ای در مورد اقتدار نظامی خودش داره. این اواخر خب خیلی هم بیشتر شد با اتکاب موشک‌های کروز، پهپادهای شاهد، همکاری‌های تسلیحاتی که پشت پرده یا علنی با روسیه داشت. اما در یک همچین میدان رزمی که فرصت بود تمام اون شعارها رو به نوعی عملی بکنه، راه کربلا رو در واقع به سمت قدس طی بکنن، میدان خالی کرد. پرسش اینجاست، در یک یگان رزمی، در رده ستادی، در رده فرماندهی، حتی در رده نیروهای نظامی میانی، وقتی میبینن که میزان تبلیغات و بلوف‌ها با آن چیزی که در میدان هست همخوانی نداره و خیلی با هم اختلاف داره، چه حسی به یک نیرو ممکنه دست بده از این سرخوردگی؟ یعنی آیا این نمایشی که جمهوری اسلامی به راه انداخت اون هسته های متخصص داخل سپاه یا ارتش رو هم راضی میکنه؟ اونها که عاقلن، میدونن این عملیات جان نداشت. عرض کنم خدمتتون که سیستمی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته برای بلوف زدن، دروغ گفتن در خصوص قدرت نظامیش، یک سیستم کاملا شرقی، یعنی کاری که شوروی و حالا روسیه فعلی از اون استفاده میکنه، بزرگ نمایی میکنه در توانایی هایی که داره. حتی موقعی که روسیه خواست به اوکراین حمله کنه به قدری بزرگ نمایشته بود در خصوص قدرتش که همه میگفتن یک هفته‌ای در روزه کار اوکراین تمامه. درسته غرب از اوکراین در مقابل روسیه حمایت، ولی ما عملا جز افتضاح چیزی از ارتش روسیه ندیدیم. این بزرگ نمایی هم که جمهوری اسلامی و سرداران اون انجام میدن، این طرحایی که هر بار یک اسمی روی اونها گذاشته میشه، یعنی فکر کنم جمهوری اسلامی تا الان شاید 10 تا موشک کروز و بالستیک هر بار با یک اسمی رونمایی کرده در سالهای مختلف. اینها برای اختلاس و فساده. یعنی شما وقتی یک طرحی رو در نیروهای مسلح اجرا میکنی، برای اون یک بودجه در نظر گرفته میشه و این بودجه بایستی خرج یک سری از کارها بشه تا در نهایت یک خروجی داشته باشه. مجبوری وقتی خروجی نداری دروغ بگی. این دروغ گفتن هم در ورطه میدان نمایان میشه. یعنی شما هر چقدر هم بخواید این دروغ رو ادامه بدید، در نهایت روزی میرسه که بایستی از اون رونمایی کنی. من یک مثال جزئی رو ازم خدمتتون، حتی موقعی که ما میدان تیر هم میرفتیم، آر پی جی هایی که ساخت جمهوری اسلامی بود از ستا یکیش عمل نمیکرد، نارنجک ها همینطوری. یا موقعی که مسابقات تیراندازی بود، تیراندازها از دانشگاه افسر یا سایر یگان ها که می اومدن حاضر نبودن با سلاح کلاشینکوف ساخت جمهوری اسلامی یا حتی چین مسابقه بدن، یعنی به دنبال کلاشینکوفای روسی میگشتن، حتی فشنگ هم. یعنی در این حد یک سلاح کاملا مکانیکی، کیفیتش نسبت به سلاح مشابهی که یک کشور اصلی اونو ساخته بسیار پایین، چیزی که در جمهوری اسلامی داره انجام میشه. اما چه تأثیری بر روی نیروها داره؟ خیلی. ببینید، یک نیروی متخصص، یک نیروی نظامی، یک فرد عادی جامعه نیست که شما بخواید با مسائل خبری، با بمباران‌های خبری، با پروپاگاندا بخواید اون رو قانع کنید که بعد ما یه کاری کردیم. اون نیروی متخصص داره میبینه که این کاری که شما انجام میدی، این بلوفی که داری میزنی، چقدرش به واقعیت نزدیکه، چقدرش به دروغ نزدیکه. وقتی شما 300 تا پرتابه شلیک میکنی و از اونها یک تعدادش اصلا به مقصد نرسیدن، حالا به هدف جای خودش،
اون چند تا کلاهکی هم که از سامانه پدافندی رد شدن، حالا سامانه پدافندی اسرائیل با کمک کشورهای غربی سامانه هوشمندی، یعنی تعیین میکنه که این موشک اگه به یک جایی نمیخوره، مسکونی نیست، خطرناک نیست، اجازه میده که ازش رد شه. اون چند تایی هم که از اون سامانه رد شدن عملا خسارتی نداشتن. خب این برای یک نیروی نظامی یک شکسته، دقیقا در روحیش تاثیر میگذاره. البته بگم نیرویی که سمت جمهوری اسلامیه از این که شکست میخوره خیلی ناراحت نیست، ولی نیرویی که سمت مردمه از این که میبینه این ثروت از بین رفته، این پولهایی که میلیاردها دلار در طول سالها خرج شده از جیب مردم داده شده، ناراحت میشه قطعا. تهران یک سوال مطرحه اینجا، عملیات اخیر رو در واقع 350 پهپاد و موشکی رو که پرتاب شد به اسرائیل، سپاه پاسداران به طور خاص نیروی هوا و فضای سپاه پشت اون بود، ولی عملیات تلافی جویانه اسرائیل حوالی پایگاه هوایی نیروی هوایی در واقع در اصفهان بود. از اون طرف هم کشتی بهشاد از دیروز گزارش شد که لنگرگاه خودش رو حوالی جیبوتی ترک کرده و به آبهای ایران برگشته. از چه قراره این قضیه؟ سپاه پاسداران شهر رو درست میکنه ولی دودش تو چشم پرسنل ارتش میره، بدون اینکه در از مزایا و سفره انقلاب سهمی داشته باشه. خب همیشه همین بوده حامد جان. حالا یه بخشش برمیگرده به پوپولیستی صحبت کردن فرماندهان ارتش. واحدی اگه یادتون باشه اومده بود یه حرفی زده بود، چون خودش قلبان سوخو 24 اومده بود یه حرفی زده بود، میگفت من با سوخو پرواز میکنم میریم میزنیم اسرائیل رو، سوخوهای ما آماده است. خب شما باید فکر اینو بکنی با یه هواپیمای نسل سومی از رده خارج، یعنی تقریبا میشه گفت تو دنیا رده خارج، تازه این سوخوها دست دوم به دست ارتش رسیده، چجوری میخوای پرواز کنی که هیچ راداری نگیرتت، بعد بری عملیاتت هم انجام بدی برسی تو فضای بلندی های گولان، بعد بخوای مثلا اونجا با موشک الماس مثلا هدف قرار بدی، بعد از اونجا دوباره بخوای برگردی تو رو هم فکر میکنی تو فضای عراق هم میتونی سوپگیری کنی و بیای بشینی توی کشور. خب این حرفای پوپولیستی رو میزنن، بعد دودش میره تو چش پرسنل ارتش، یعنی اولین جایی که هدف میگیرن خود اسرائیلی ها میدونن، سپاه قدرت اینو که بخواد برنامه ریزی کنه یا تحریزی کنه یا کاری بکنه علیهشون نداره. میاد چیکار میکنه؟ اون بخشی که باز میشه روش حساب باز کرد برای اجرای یک عملیات درست، اونو مورد هدف قرار میده و منطقی هم هست که اولین کاری که میکنه دودش دو چش پرسنل ارتش میره و پرسنل ارتش اینجا قربانی میشه. کشتی بهشاد هم که همونجوری که خودت گفتی میدونی یه کشتی اطلاعاتی و جمع‌آوری اطلاعات، تقریبا میشه گفت توی فضای دریا و استفاده کردن رادار و شناسایی و اینجور صحبت ها، بهشاد احتمالا خطر رو احساس کرده بوده با توجه به عملیاتی که میخواسته صورت بگیره، احتمال میداده از طرف دریای سرخ باشه، از اون قسمت F-35 وارد بشن فضای امارات یا عربستان رو دور بزنن و بیان داخل خلیج فارس و اون شلیکا رو روی خط مرزی اونا انجام بدن، که حالا اینجوری که مشخصه از بقایای موشک‌ها که تو عراق افتاده و این دو سه تا کشور احتمالاً از فضای عراق استفاده شده یا اون خط فاصله مرزی بین کشور عراق یا یک کشور دیگه استفاده شده و شلیک‌ها از اونجا صورت گرفته. این خیلی ساده است، همیشه همین بوده، تو زمان جنگ هم همین بوده. سپاهی‌ها می‌رفتن یه کاری رو می‌کردن، یه اشتباهی رو می‌کردن، یه خبطی رو می‌کردن، پرسنل ارتش تاوانش رو می‌داد، چون نیروی کلاسیک بود، نیروی گوش به فرمان بود، نیرویی بود که علم جنگو داشت، ولی در مقابل رفتار پوپولیستی، رفتار شعاری، رفتار شعافی سپاهیان باعث میشد که خون ارتشی ها ریخته بشه. فریوز، مردم تو رو خیلی دوست دارن از این جهت که در ذهنشون مونده در سخت‌ترین روزها با کمترین امکانات به قول خودشون با یک ماژیک و تخت وایت بورد کنار اونها ایستادی. امروز هم در توییت هایی که میزنی، کامنت های مردم رو که میخونم، به یک نکته اشاره میکنم.
میگویند جمهوری اسلامی هر چقدر در بیرون از دولت‌های غرب و شرق ضربه میخوره از رو نمیره، اما تلافی اون رو در خیابان سر مردم به ویژه زنان و دختران در میاره. این که در این یکی دو هفته اینقدر خشن برخورد میکنه و به نارضایتی ها دامن میزنه از کجا نشأت میگیره؟ جناب محمدی، خب این از ویژگی های حکومت های دیکتاتوریه. وقتی نتونن قدرت خودشون رو در خارج از مرزها اعمال کنن، این روی میارن که در داخل کشور این قدرت رو اعمال کنن تا به بقای خودشون بیفزن. حالا اینکه چرا این کارها رو انجام میدن، چرا به نارضایتی ها دامن میزنن، من اصلا فکر میکنم اینها اصلا به نارضایتی فکر نمیکنن. اینها تصورشون اینه که با این کارها میتونن پایه های سست حکومت خودشون رو مستحکم کنن، یعنی یک نوع ترس ایجاد کنن، با ایجاد رعب و وحشت این رو به جامعه بقبولونن که بله ما قدرتمندیم، ما قوی هستیم، حتی اگر در عرصه بین الملل حرفی برای گفتن نداشته باشیم ولی باز هم در داخل خاک کشور این ما هستیم که حرف اول و آخر رو میزنیم. مثل یک پدری که در بیرون از خونه عملا کار دستش بر نمیاد ولی وقتی میاد داخل خونه بچه هاشو کتک میزنه با خانوادش بده. البته خب جمهوری اسلامی هیچ موقع یک مثال بود، در مثال هم مناقشه نیست، ولی واقعا جمهوری اسلامی من فکر نمی کنم اصلا به این فکر کنه که بخواد نارضایتی ایجاد کنه. تصورش صرفا اینه که قدرت خودش رو به نمایش بگذاره، زمینی که الان حکومت هم چند پاره شده، یعنی هر کسی ساز خودش رو میزنه. سرداران سپاه از اون ور، سرداران سپاه که اومدن در داخل نیرو انتظامی یک ساز دیگه میزنن، بخش اصلاح طلب ساز دیگه، بخش اصولگرا ساز دیگه، بخشی از این افرادی که در حکومت هستن اصلا با خود اسرائیل همکاری میکنن، گراهایی به اسرائیل میدن. این سرداران سپاهی که در سوریه کشته میشن، خب غیر ممکنه اگر شما از داخل جمهوری اسلامی اخباری به دستت نرسه بخوای این کار رو انجام بدی. زاهدی روز قبل از اینکه کشته بشه در مشهد بود، یعنی با پروازی که از مشهد رفت به سوریه در طی کمتر از 24 ساعت اونجا کشته شد. این یعنی اطلاعات و آمار دقیق. و اینکه الان من اجازه میخوام سوال قبلی که شما از شهرام پرسیدید منم یه پاسخی بدم، چرا به ارتش حمله میکنه؟ به نظر من برمیگرده الان نکاتی که جناب سبزواری به عنوان یک نکات فنی گفتن، بله خب اون کاملا درست، یعنی اگر کسی بخواد موی دماغ اسرائیل یا هر نیروی نظامی دیگه بشه اون ارتش، نه سپاهی که هیچ تکنولوژی و توانایی نداره، یعنی بخش مخصوصا بخش پدافندی کشور که کامل در اختیار ارتشه. گراهایی که به اسرائیل داده شد به نظر من در این خصوص اشتباه بود، یعنی اون گرایی که بهش دادن شما به پایگاه هشتم شکاری ارتش حمله کن، این به نظر من پوست موز انداختن زیر پای اسرائیل. در حالی که سپاه به اسرائیل حمله کرد، سپاه بود که کارهای تروریستی انجام میده، نبایستی ارتش رو وارد این قضیه میکرد. بخشی از مردم ما به ارتش کاملا معتقدن، اعتقاد دارن، یعنی این اعتقاد وجود داره که در لحظه صفر این ارتشی که در کنار مردم قرار میگیره و باقی مانده هایی که از جمهوری اسلامی که هنوز قدرت دارن رو از بین میبره. حالا این اعتقاد وجود داره. وقتی شما پای ارتش رو به این موضوع باز میکنی، شما تصور کنید یکی از پرسنل ارتش پیروز کشته میشه، اتفاقی براش میافتاد، جمهوری اسلامی چه بهره برداری خبری میتونست از این بکنه؟ این که فقط سپاه درگیره با اسرائیل از بین میرفت، میگفت اسرائیل صرفا با ماهیت ایران، حتی با ارتش ایران هم مشکل دارن. درست فرماندهان ارتش خود فروختن، در اون هیچ شکی نیست، اون رده های اول ارتش، لایه های دوم، اینها کاملا در اختیار جمهوری اسلامی هستن، هیچ فرقی با سرداران سپاه ندارن. اما بدنی ارتش رو مردم جزی از خودشون میدونن و این گرایی که از داخل جمهوری اسلامی داده شد به اسرائیل، یعنی اون بخشی که با اسرائیل همکاری میکنه، این گرا رو داد، به نظر من یک پوست موزی بود که انداختن زیر پای اسرائیل. من اینجا یه نکته رو بگم در تکمیل فرمایشات فریبرز، حالا که صحبت به اینجا رسید، یادت باشه ما تو برنامه قبلی هم یکی از بحثامون این بود که در فرمان حمله به اسرائیل هیچ کس با لباس ارتش حضور نداشت، اگه خاطرت باشه، یعنی تو اون فیلمی که پخش شد اینا اومدن فرمان دادن، اون اداها رو در آوردن، اون سیرک نمایشی حمله رو راه انداختن، هیچ کسی با لباس ارتش یا حتی عناوین ارتشی اونجا حضور نداشت، 4 نفر سپاهی نشسته بودن، فرمان رو دادن و تموم شد و رفت. این
دقیقا فرمایش آقای کریمی زن درسته و نکته درستی هم دست گذاشت. یعنی با این توضیحاتی که شما میدید احساس من اینجاست که چه بسا میخوان ارتش، بله جمهوری اسلامی بعدش نمیاد ارتش الان قاطی این مسئله بشه و بربرداریش بکنه. دقیقا نکته درستی رو اشاره کردم. در واقع به نوعی میتونیم بگیم نیروهای ارتش ممکنه هر جایی پاخور شرارت های سپاه پاسداران هم باشه. 100% میشه این اتفاق، 100% میفته، تا حالا شده و قطعا پاخور سیاست های غلط جمهوری اسلامی میشن، چون ما میدونیم جمهوری اسلامی دوست داره از بحران تغذیه کنه. این جنگی هم که راه انداخته با قیمت افزایش قیمت دلار، با تمام این مسائلی که حالا سوخت و زیر این لایه ها گرو میکنه، این فشارهایی که به مردم میاره، میخواد یه وقت حتی دیدیم که یه جایی اومد مردم رو تهدید کرد اگه شما بیاین تمسخر کنید یا بگید چرا اسرائیل حمله کردیم با اطلاعات سپاه در عوضید. وقتی یه همچین فرمایشی میشه، دستوری میشه، حتی بحثی که طرف میخواد عقاید شخصیش رو عنوان بکنه، مخالفتش با جنگ رو عنوان بکنه، کار به دستوری میرسه، کار مثل کره جنوبی میشه، مثل روسیه میشه که میگه هر کس الان انتقاد میکنه از جنگ با اوکراین، برمیدارن دستگیرش میکنن میگیرنش. اینجا اسرائیل هم اومد این کار کرد. قطعا شما مطمئن باش در داخل ارتش زمزمه‌ای برای مخالفت با این جنگ بوده که یه همچین گرایی داده شده به اسرائیل و اینکه دوست دارن ارتش هم قاطی این بازی بشه و دوست دارن ارتش هم آلوده کثافتکاری جمهوری اسلامی بشه. ما با کاپیتان نصیرخانی هم صحبت کردیم، کاپیتان نصیرخانی خیلی خوشحال بود از این قضیه که ارتشی قاطی اونا نبودن که ده فرمان حمله به اسرائیل رو داده بودن و اینجور صحبت. فریبوز، در بخش اول پرسش قبل شما اشاره کردی که جمهوری اسلامی هر وقت در بیرون منطقه هم میاره به نوعی در داخل زورش رو سر مردم خالی میکنه. در سرکوب ها نیروی انتظامی نقش اساسی داره، چه بسا کمربند اول ماشین سرکوب جمهوری اسلامی ماموران نیروی انتظامی و گشت ویژه و یگان امداد باشن. در مورد گشتای ارشادی که اخیراً در خیابان‌ها مستقر شدن تا مردم رو در واقع به حجاب هدایت بکنن یا داخل ون، گهگداری دیده شده که افرادی هول و هوش اون ماشین یا فیلم میگیرن، یا اگر چند نفری برای وساطت بیان جلو که اون دختر یا زن رو سعی کنن نجات بدن، با اون هیکل‌های عظیم و جثه و ظاهرهایی که شبیه سپاهی هاست تلاش میکنن با راب و وحشت و داد و قال قائله رو یک جوری خم بکنن. اونها وابسته به چه کسانی ممکنه باشن؟ اونها سپاهی هن، مال نیروی انتظامی هن، مردم چه کار میتونن بکنن اینجور موقع؟ آمین جان، در خصوص اون فیلم بردارها، اونها تیم مستندسازی هستن، تیم مستندسازی هستن. ببینید این طرحی که داره اجرا میشه توسط رادان در سرتاسر ایران یک طرح کلیه، یعنی طرحها معمولا تدوین میشه برای یک هفته 10 روز به صورت به طور شدیدی اجرا میشه. یگان مادر که همون میشه پلیس امنیت، پلیس امنیت اخلاقی زیر مجموعه پلیس امنیت الان شده سازمان اطلاعات نیروی انتظامی، اون یگان مادره. ولی در طی این طرح برای بقیه یگان ها هم وظایفی در نظر گرفته میشه که در کنار پلیس امنیت بخوان این طرح رو اجرا کنن. ما الان داریم میبینیم که یگان امداد به طور کامل به عنوان نیروی بازوی عملیاتی حضور داره، یعنی میلیبوس های یگان امداد، لباس های یگان امداد، لباس فرمی، لباس های کاری که میپوشن اونا لباس های یگان امداد. پس این یک طرح که معمولا به صورت 10 تا 2 هفته به طور جد، یعنی با شدت کامل اجرا میشه. بعد از اون یک مقداری میشه که بعد از تعداد نیروها کاسته میشه، چون خودشون میگه ما ذره چش رو گرفتیم و قدرتمون رو نشون دادیم، الان با تعداد کمتری هم میشه ادامه کار رو پیش برد. اونهایی که میان فیلم برداری میکنن تیم مستندسازن. حالا این تیم مستندساز میتونه از خود پلیس امنیت باشه، میتونه از بازرسی نیروی انتظامی باشه، میتونه از معاونت اجتماعی باشه، اینها کلا وابسته به نیروی انتظامی هستن. اون افرادی هم که شما میگید به صورت لباس شخصی حضور دارن، خب اونها ما پارسال یا سالهای گذشته در خصوص زیاد صحبت کردیم، همون لباس شخصی هستن که معمولا در همون یگان حضور دارن، به عنوان نیروی لباس شخصی میان، هم خود یگان ویژه لباس شخصی داره، هم خود پلیس امنیت که هستن لباس شخصی هستن، اینها هم جز همون نیرو یگان هست. این ویدیوهایی که یا مامورین دارن در آرشیو آیا ذخیره میمونه؟ یعنی اگر
دختران یا زنان اتفاقی دوباره بیفته، قادر هستن برن سراغ اون آرشیو بیشتر اذیتش بکنن، یا اینها بعد از یه مدتی حذف میشه در سیستم؟ ببینید خب ویدیوها نگهداری میشه ولی خب ازش بکاپ گرفته میشه، اما خب بگیم مثلا 2 سال ازش بگذره بتونم بهش دسترسی پیدا کنم، نه آنچنان نظمی وجود نداره. این رو بیشتر برای این میگیرن که یک بولتن ازش درست میکنن، حالا بولتن تصویری، عکسی یا ویدئویی به سرداران و به فرماندهان نشون میدن. اگر هم مشکلی در اون صحنه پیش بیاد به عنوان یک سند در اختیارشون هست که بعد مثلا ما در این ماجرا کاری نکردیم، ضرب و شتمی نکردیم، بر فرض مثال اون تیکایی که خودشون دوست داشته باشن برش میدن، به قاضی نشون میدن، برای روی پرونده نگه میدارن. کلا مستندسازی چند سالیه که باب شده در بین مثلا نیروهای مسلح، یعنی بیشتر شبیه صدا و سیما شده. حالا جناب سبزواری هم میدونن، یعنی هر کاری میخوان انجام بدن، مثلا نمایشی و نمادینی، هر کاری حتی در داخل خود یگانم باشه، یک دونه دوربین به دست کنار فرمانده ایستاده، این فرمانده هر کاری کرد اونو انجام. حتی بازدید از آسایشگاه، حتی بازدید از آسایشگاه، دقیقا درست میگه. هر کاری این شده یک رسم دیگه، یعنی شده یک رسم بینش. شهرام یک پرسش مطرح میشه. خب میدونیم که حقوق پرسنل نیروهای مسلح در ایران خیلی نیستش، بسیاری از اونها مجبورن به خاطر کمبود درآمدشون شغل دوم و سوم داشته باشن، شیفت شب وایسن نگهبانی بدن، در آموزشگاهی درس بدن، خیلی از اونها مجبورن در اسنپ کار بکنن. این سطح از نارضایتی ها رو این پرسنل میبینن، انگیزه های سازمانی اونها قاعدتا خب از بین میره، ولی میبینیم همچنان بخشی از این نیروهای مسلح پایبند به حکومت هستند. در نیروی انتظامی بدترین سرکوب ها رو میکنن، در ارتش بیشترین تملق ها و چاپلوسی ها و پاکوبی ها رو میکنن، در سپاه هم که به نوعی به شرارت های جمهوری اسلامی خدمت میکنن. اینها بنده پولن یا ایدئولوژی؟ چجوری میشه راجع بهشون حرف؟ هر دوش و بدون برنامه بودن اپوزیسیون. ببین اگر قرار نیروی مسلحی بحث اعتقادیشو بذاره کنار، بحث نمیدونم من معیشتیشو، فکر اینو بکنه که انجام میده، باید یه چشماندازی داشته باشه. الان اعضایی که بچه های ارتش گرفتن، تو صحبتهایی که ما داشتیم میکردیم با کسایی که کار میکنن، اینه که اگه جنگ بشه همینجور که شما گفتی، مثلا اونی که شغل دوم داره سوم داره زندگیش رو هوایه، اگه شغل دوم سومش نره، اقساط بانکیشو که میده، خرج مدرسه بچهشو که میده، فلان میده، اینا خب باید برن منطقه دیگه. وقتی که میرن منطقه اون آیدی شغل دوم سوم قطع میشه، وقتی قطع بشه با 8 میلیون 10 میلیون 12 میلیون 13 میلیون الان نمیتونن روزگارشون رو بگذرونن. وقتی هم که نمیتونن روزگارشون رو بگذرونن، عملا میشه گفت اینا فلج میشه. متاسفانه هیچ برنامه‌ای وجود نداره که مثلا بشینه، یا هیچ گروهی وجود نداشته تا حالا بشینه از آینده اینا بگه و بگه که چه اتفاقی میفته، و اون باید باهاشون صحبت بشه، باید بهشون القا بشه که اگر شما ببرید این اتفاقا میفته، اگر در این سرکوب ها شرکت نکنید این جوری میشه، فلان میشه. ولی نیست. مثلا ما بارها بارها با خود جناب کرمیزند در اسپیس ها، در محفل هایی که حضور پیدا میکردیم، مثال زدیم، گفتیم که آقا طالبان اگه میخواست بره مثلا افغانستان رو یک هفتهی بگیره، 2 سال قبلش روی ارتشش کار کرده بود. و یا یه جای دیگه خود شما هم حضور داشتی، گفتیم اگه قرار بود زمان سال 57 اتفاقی بیفته، راه به راه اعلامیه می آمد، بخشنامه می آمد، شبنامه می آمد، همه چی می آمد، اون ذهنیت ها رو آماده می کرده. ولی الان متاسفانه ما می بینیم که اون تحرکاتی که لازمه نیروی مسلح بدونه با این تغییر آیندهش چی میشه و چه اتفاقی میفته و چگونه میتونه به مردمش کمک بکنه، چون همه که نمیشه انتظار داشته باشی برنامه ریز باشن، خلاق باشن، حتی به جوریه که ستون فقراتشون تو دست رژیمه و نمیتونن نفس بکشن از بس بدهی و گرفتاری و مشکلات زندگی روشونه. اون عمله نیست، اون برنامه وجود نداره، اون پل ارتباطیه هنوز احداث نشده که بتونه راحت این پول راحت داشته باشه و یه برنامه ریزی دقیق برای پاشنه آشیل حکومت جمهوری اسلامی بکنه که همون نیروهای مسلح هستن و هسته هایی که قراره
تشکیل بشه برای ریزش ها و حرکت های بعدی. باز فریبرز کامل ترش فکر کنم بتونه بکنه. یک پرسش هم من از فریبرز بپرسم که با سوالی که شما ازش کردید با هم جواب بده. خیلی از پرسنلی که در خیابان مردم رو سرکوب میکنن دست کم در این سالها نشون داده شد که طبق آمار عقب نشینی هایی داشتن. به عنوان مثال اشاره کردی این طرح حجاب بعد از یک هفته دو هفته آرامتر میشه از این تشدید و بحران و برخوردهایی که دارن. در گذشتم این اتفاق افتاده. در مورد برخوردها هم همینجور. آبان 98 1500 کشته ظرف دو هفته بود. ولی در سال 1401 دست کم 6 ماه 7 ماه اعتراضات ممتد ادامه داشت و تعداد تلفات به 500-600 نفر رسید. فکر میکنی در مقایسه آماری اتفاقی اینجا افتاده که تعداد تلفات در بین مردم کم شده؟ این رو میشه پای آگاه تر شدن نیرو گذاشت یا هر چیزی که فکر میکنی؟ بله ممنونم. سیاق سبزواری به درستی اشاره کن. الان موضوع اصلی موضوع معیشته. یعنی بحث ایدئولوژیکه که نیروها به جمهوری اسلامی وابسته هستن یک مقداری کمرنگتر شده. یعنی حتی در خود رده های بالای جمهوری اسلامی هم فکر نکنم دیگه آنچنان افرادی مونده باشن که به ایدئولوژی جمهوری اسلامی از سال 57 تا الان دیگه کامل به همون نسبت مثلا وابستگی داشته باشن، معتقد باشن. الان بحث مادیات، بحث سر گذران زندگیه، بحث سر مسائل مالی و مادیه. شما استوپین کلانتری به اینجا که دونه مثلا گروهبان تازه استخدام اونجاست با مای حقاش شما حقوق آیا میتونه مثلا تا شوهای چند کیلومتری میتونه اونجا یه دونه منزل اجاره کنه؟ نمیتونه، باید بیاد از جنوب تهران هم پایین در بره سمت شهرستان ها. بنابراین مسئله که الان اینجا وجود داره بحث معیشت پرسنل نیروهای مسلح، نه بحث اعتقاد به جمهوری اسلامی. این به نظر من اولویت اصلیه. این کاهش خشمی که نسبت مردم قبلا روا می داشتن نشون دهنده همینه. الان من خدمتتون عرضم که خود جمهوری اسلامی در استخدام به خصوص استخدام نیروهای یگان ویژه، یعنی همون خودشون میگن سرپنجاب، سرپنجایی که با مردم در ارتباط هستن، همون یگان ویژه در موقع اعتراضات رو مسائل میدانی مردم رو سرکوب میکنن، میاد افرادی که دغدغه مالی بیشتری رو دارن استخدام میکنه، میاد یک شخصی رو استخدام میکنه که سرپرست خانواده است، یعنی بایستی خرج 3-4 نفر دیگر رو هم بده، میاد به صورت پیمانی استخدامش میکنه، چرا تا اون 5 سال گوش به فرمانش باشه. بعد از 5 سال 6 سال هم معمولا از یگان ویژه منفک میشن به سایر یگان ها. خودشون هم میدونن که دیگه اعتقادی به جمهوری اسلامی نیست. اگر الان بحثی از بحث مادیات، یعنی شما اگه این کار رو نکنیم ما شما رو مثلا رسمی نمی کنیم، شما رو فلان می کنیم، اخراج می کنیم، توجیه پذیر نیست. یک کسی که لباس نظامی، یونیفرم نظامی می پوشه، حالا چه انتظامی چه نظامی هیچ فرقی نداره، بایستی سرباز مردم باشه. ولی می خوام بگم از این حربه ها استفاده می کنیم. ما اگر بخوایم این آمار رو کاهشتر کمتر هم کنیم، یعنی کاری کنیم که حتی نیروهای مسلح بیشتری به سمت مردم بیان، احتیاج داریم یه سری از کارها رو خودمون انجام بدیم. سال گذشته چندین نفر از نیروهای ارتش و نیروهای انتظامی و مثل آقای سروان زارعی اینا برد شدن. یعنی نشون میده که جامعه اگر یک نیروی نظامی به سمتش بیاد اونو میپذیره، ولی اپوزیسیون روی این هیچ کاری انجام نمیده، حتی سعی میکنه نیروهای نظامی رو هم بایکوت کنه. من حس میکنم دستای پشت پرده در کاره، یعنی کاری میکنن که این نیروی نظامی هم کسی که ریزش هم کردن بایکوت بشن. ما الان داریم افرادی که در سرکوبا شرکت نکردن و به ناچار از کشور خارج شدن و در کشورهای اطراف ایران سکونت دارن. کسی برای اینها قدمی بر نمیداره. خب شما اگه بیایید این افراد رو حمایت کنید، باعث میشه که به سایر همقطارانشون یک انگیزه داده بشه که بله من اگر از کارم بگذرم، بالاخره ببینید درسته یک شغل یک عدید مردم سرکوبیه، کاملا هم درسته، ولی خب حقوق ماهانه داره، بیمه داره، یک سری از مزایا داره که هر کسی قادر نیست ازش بگذره، و اگر کسی این شرافت رو داشت از اینها گذشت، بایستی ازش تقدیر کرد. ولی ما این کارها رو نمی‌بینیم.
تا وقتی هم نیروهای مسلح پاشنه آشیل جمهوری اسلامی تا وقتی هم نیروهای مسلح رو جذب نکنیم، براندازی یا صورت نمیگیره، تعارفی نداره، یا اگرم بگیره با خون و خونریزی بسیار زیاد. این پتانسیل وجود داره. این ماهاییم که بایستی قدم برداریم، اعتماد سازی کنیم. ما با بخش سرکوبگر کاری نداریم. یعنی کسی که دستش به خون هموطنی آغشته باید محاکمه بشه بدون شک. هیچ امیدی هم به فرماندهان رده اول و دوم نداریم. امید بستن به اینا یک سرابه. نه سلامی هیچ موقع سمت مردم میاد، نه موسوی، نه رادان، نه هر کسی دیگه که در این سطوح حضور داره. اما روی بدنه ما بایستی کار کنیم. این پتانسیل وجود داره. ما صدها نفر مثل سربازداری داریم در نیروی انتظامی. بایستی اونا رو حمایت کرد، بایستی صدای اونها بود تا این تکثیر پیدا کنه. اما عملا کاری که جمهوری اسلامی میخواد بایکوت خبری این موارده و متاسفانه اپوزیسیون و بخش‌های خبری هم این کار رو انجام میدن. چرا؟ چون نیروی نظامی ذاتاً چاپلوس نیست. ما اگه چاپلوس بودیم برای جمهوری اسلامی چاپلوسی میکردیم. ما سربازیم. تا موقعی که لباس تنمون بود در خدمت مردم بودیم. الان هم که به اقتضای جبر زمان اون لباس تنمون نیست، سعی میکنیم در کنار مردم باشیم. امیدوارم که حرفامو دقیق و کامل گفته باشم. شهرام، فریبرز به این حرفاش اشاره کرد، به اینکه جذب جای خود داره، ریزش ها هم جای خود رو داره. خاطرم هستش که در مراسم 40 زنده یاد مهسا امینی، زمانی که عزاداران و سوگواران شروع کردن به شعار علیه حکومت، خب سپاه بسیج به سمت اونها تیراندازی کرد و اونها پراکنده شدن در کوه و دشت و در نهایت در پادگان سقز پرسنل نیروی زمینی به داد اونها رسیدن، در رو باز کردن. در واقع نشون میده این استعداد در نیروهای مسلح هست که کنار مردم بایستن. در شرایط خاص خب این رو خودش نشون داده. در حالت عادی فکر میکنیم اونها چه بکنن که نشون بدن کنار مردم هست؟ در واقع میخوام یک وظیفه و یک رابطه دو طرفه باید باشه. مردم شعار میدن ارتش تو کنار ما باش، از نیروی انتظامی میخوان. اینها خودشون رو در مواقع سخت گاهن نشون دادن. در مواقع امروز چطور، در این روزها چطور، چه کار میتونن بکنن؟ ببین، اینو ما باید در نظر بگیریم که اینها جدا از مردم نیستن. حتما اینو باید در نظر، اینا از آسمون نیفتادن یا از یک کشور دیگه نیومدن، صرفا به خاطر اینکه یه شغل بوده در گذشته. حالا میتونیم بگیم شغلی بود که دفاع از حریم کشور یا مرزهای کشور شغل مقدس بود، یا مثلا اون پلیسی که میامد لباس شهربانی رو میپوشید و امنیت رو برقرار میکرد، همیشه به خودش افتخار میکرد که من ضامن امنیت، حافظ امنیت مردم هستم، باعث آرامش شهر من هستم. ولی امروز که استفاده ابزاری داره یه حکومت دیکتاتوری از این لباس ها میکنه، خب خیلی متفاوته. به قول جناب سروان درست گفتن، زارعی که نام بردن، زارعی کسی بود که در آرامش، نه در بلوا، در آرامش از اون بانو حمایت کرد که آقا راست میگه، هیچ جای قانونی نیست. یا ما دیدیم بعضی از این افسرانی که مثلا لباس تنشونه، موزیسین خیابونی که کنار خیابون هستن، میرن بهش کمک میکنن، یا مثلا بچه یه اتفاقی براش میفته در جا میرن جلو کمک میکنن. این همون آدمیه که میشه روش کار کرد، میشه روش سرمایه گذاری کرد. هموطنه، دلش به درد میاد برای اینکه کسی بیاد بزنه تو سر هموطن ما. بارها بارها من تو برنامه ها عرض کردم، تو صحبت هایی که بوده من گفتم اگه جرأت دارن ارتش رو با ساز و برگ بیارن کف خیابون، بعد ببینیم که چند درصد ارتشی ها با سرکوب چیز میکنه، تو سرکوب شرکت میکنن یا مقابل رژیم میستن. قطعا اینجوریه، قطعا اطمینانی وجود نداره که نمیارنشون کف قیابون، حتی بهشون اجازه هم نمیدن خارج بشن از بادگان. و بعضن این پتانسیل همونجور که جناب کرمی زنجو فرمودن، پتانسیل کاملا وجود داره. متاسفانه برنامه ای نیست که ما این پتانسیل رو به حرکت در بیاریم. ببین، دقیقا دست روی یه جایگاه گذاشتن، درستم اشاره کردن. وقتی پرسنلی در سرکوب شرکت نمیکنه، پرسنلی کنار مردمش میسته، اپوزیسیون حتی نمیاد اسمشو ببره، اینا باعث سرخوردگی بقیه میشه.
ببین همون مثالی که شما زدی، فرمانده پشتیبانی خونه های سازمانی در باز کرد، فرمانده پشتیبانی همون یگان در باز کردن، ملت ریختن اونجا، در رو بستن، حتی با سپاهی ها درگیر شدن، با نیروهای امنیتی درگیر شدن، یه در دیگه مردم عادی رو خروج دادن که خود همون مردم عادی داد میزدن که سپاهی ها و بسیجی ها حمله کردن به خونه های سازمانی ارتش به خاطر ما. یعنی این محبوبیت وجود داره. پس اینها هم کارشون رو کردن به جاش، ولی امروز آیا کسی میدونه اون فرمانده پشتیبانی کجاست؟ اصلا دنبالش بودن ببینن کجاست؟ اصلا دنبال این بودن ببینن اسمش چی بوده؟ من فکر نمی کنم. به جد میتونم بگم 100% هیچ کسی حتی به خودش اجازه هم نداده بره سوال کنه بگه این اتفاقی که تو سرقز افتاد چی بوده. و اینها دل سردی میاره، اینها باعث میشه که ریزش ها به صورتی بشه که محسوس نباشه، به صورتی باشه که نشه روش برنامه ریزی کرد. و این بیمهری که اپوزیسیون امروز داره به نیروهای مسلحی که میتونن کنار مردم بیستن میکنه، فردا پیامد خیلی بدی داره. ونزوئلا رو ما یاد نبریم، اندونزی رو از یاد نبریم، دولت افتاد، حکومت افتاد، ملت اومدن همه جا رو گرفتن، تصرف کردن، ولی نیروهای مسلح دوباره حکومت قبلی رو آوردن سر کار گذاشتن. اگر کسی فرش قرمز میخواد تو فرودگاه مهرآباد، باید فکر همه چیزشو بکنه، بدون پرده صحبت بکنیم بهتره. نه ببخشید دیگه انقدر صراحت بگیم، باید برای همه چیزش برنامه ریزی داشته. درد رو گفتی، درد رو گفتی، خب اشاره به درمان هم بکن، چه کار میشه کرد، چه پیشنهاد. خب درمان اینه که باید بیان با کسایی که آخه الان اینجا تلویزیونه، من چی بگم؟ درمان اینه که یه برنامه مدون میخوایی من بگم؟ بگو شما کلام عصبانی شد اردم به حضور شما. بایستی ما در بین نیروهای مسلح دو قطبی سازی ایجاد کنیم، قطبی که به سمت مردمیات رو تقویت کنیم، قطبی که در سمت جمهوری اسلامی قرار میگیره رو تضعیف کنیم. یعنی هر بار ما سعی کنیم از تعداد نیروهایی که در سمت جمهوری اسلامی هستن، من بازم دارم میگم سرکوبگرا و جنایتکارا منظورم نیست، کسی که اون سمت هستن رو کاری کنیم به سمتی که قطبی در کنار مردمه. ببینید شما یک ویدیو منتشر میشه از یک کار مثبت یک نیروی انتظامی، چقدر باز خود پیدا میکنه تا یک ویدیویی که منتشر میشه از یک کار منفیش، هیچ بالانسی وجود نداره. اون کار منفیه رو همه منتشر میکنن، از رسانه های خارجی تا شبکه های اجتماعی تا اکانت های مثل من و سایر دوستان، ولی کار مثبت رو کسی منتشر نمیکنه. خب اون شخصی که داره کار مثبت انجام میده، وقتی میبینه که بازخورد انسان دیگه، انسان هم تشویق نیاز داره هم تنبیه، یک اصله، وقتی میبینه کار مثبتش بازخوردی نداره و هیچ فرقی بین کرمی که یک انسان سرکوبگره با سبزواری که انسانی که در کنار مردم وجود نداره عملا، خب این یواش یواش دل سردی ایجاد میکنه. ما بایستی کاری کنیم این نشونه هایی هم که وجود داره رو تقویت کنیم و تشویق کنیم به نیروها که شما هم این کارها رو انجام بدید تا عزیز دل مردم باشید. مردم به شخص مشکلی با لباس نظامی ندارن، چون در اصل این لباس برای حمایت از مردمه. وقتی ازش نفرت پیدا میکنن که با این لباس ضرب و شتمی صورت میگیره، جنایتی صورت میگیره، سرکوبی صورت میگیره، خونی ریخته میشه. بنابراین مشکل با کرمی نوعی یا محمدی ندارن، مشکل با نوع رفتاره. ممکنه من و آقای محمدی در یک یونیفرم باشیم، آقای محمدی در کنار مردم باشه و من در مقابلش، ولی ما باید کاری کنیم که شهرام سبزواری بیاد سبک سنگین کنه، بگه آقا من سمت مردم قرار بگیرم بهتره یا سمت مثلا جمهوری اسلامی. اینها همش برنامه میخواد، با لفظی نمیشه، با حرف زدن نمیشه، باید برنامه ریخت. اولین کارش هم اینه که بایکوت خبری نکنه. این بایکوت خبری کردن به نظر من یک نوع همدستی با خود جمهوری اسلامیه. چیزی که جمهوری اسلامی میخواد اینه که نیروهای مسلح تا آخر در کنارش بمونن. چهار تا آخوند چه قدرتی دارن؟ قدرت دست اونیه که سلاح دستشه. دیگه تعارفی نداریم. اگه این اسلحه از سمت جمهوری اسلامی اومد در کنار مردم قرار گرفت، ما پیروزیم. دیگه واضح‌تر از این نمیشه گفت. قدرت دست کسیه که سلاح دستشه. نیروهای مسلح رو تونستی از دست جمهوری اسلامی بکشی بیرون، برنده ای. نتونستی، فعلا بایستی خون و خونریزی و
هزینه دادن بسیاری باشه. سپاسگزارم، اصلا من دیگه عرضی ندارم، برنامه تون فکر کنم دیگه مدتش کم مونده. نیروهای مسلح بایستند جایی است که مردم اونجا امنیت بیشتری دارن، هم از نظر وجدانی هم از نظر عقلی. هر کسی که میتونه کاری بکنه برای اینکه این بالانس به نفع مردم تغییر پیدا بکنه، این کار خیر و انسان دوستانه به نفع منافع ملیه. از هر دوی شما ممنونم که با وقتی که دارید و گرفتاری هاتون کنار ما بودید. برنامه خودتونه، همیشه درش به روی شما و سایر رفقای نظامی ما بازه. از آقای شهرتی عزیز تشکر میکنم، از مهندس شجره تلویزیون پارس که این برنامه رو و این آنتن رو به ما دادن به صورت ویژه. سپاسگزارم. من یه نکته بگم، امیدوارم این بچه آخون اون اکیپی که باید برن به سیلزدگان جنوب کشور کمک کنن رو بفرسته. منظورم فرمانده کل ارتش موسوی، همین بچه آخونده بی خاصیت، جایی که بره پاچه‌خواری رهبرش رو بکنه بهتره نیروها رو بفرسته کمک سیلزدگان سیستان و بلوچستان و جنوب کشور به هرمزگان. قربان شما، خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم و تا برنامه بعد. تو امثال تو را مقتول میکردن صدا، تو تصویر مرا به خاطر بسپار، ما نیز تصویر چهره تو را به خاطر داریم. مردم، من و همرزبانم در ارتش تا آخرین نفس در راستای احقاق حقمان در کنار شما ایستاده ایم. مسئله اول و آخر عدالت آزادی میهن است. ما زندگی